حدودا بنده 10 سال دمرو خوابیدم، نمیتونستم به پشت بخوابم. یه جانبازی رو نشون دادن توی تلویزیون که واقعا یه تکلیفی به عهده‌ام شد که باید حتما بیام امسال. خوش بیافت من برات قیام میکنم. از روی همین تخت از مردم ایران تقدیر و تشکر بکنم. سالم فدای مردم ایران. رونمایی از سایت و سامانه دبیرخانه مبلدسازی دارایی‌های دولت به همین جهت هست که تمام مردم ایران در یک اتاق شیشه‌ای 85 میلیون نفری بتونند برای اولین بار در این حد از جزئیات و شفافیتی که برای مبلدسازی دارایی‌های دولت هست شریک دولت باشن. خدا را شکر، هزار مرتبه شکر. عالیه دیگه، عالی. دست بالا میگم خدا رو شکر میکنم. سمنان بخیاد یعنی طلا آمده. خدا رو شکر دیگه، نعمت ها خیلی زیاده. برف و بارون زیاده. این روزایی که حالمون خوب نیست، قرار نیست از ریشه بزنیم. قرار همدرد باشیم، همراه باشیم، همدل باشیم. همه مال این آب و خاکیم، همه مال ایرانیم. 80 میلیون به قول آقای شهیدی بزرگوار 80 میلیون هموطنی. خوشحالم از این که یک همدلی میبینم در سطح جامعه و اون منتقل شده توی شما مردم عزیزم. 19 بهمن رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت به دریافت گزارش هایی اشاره کرد که نشان می دهد همچنان برخی دستگاه ها برای دریافت خارج از ضابطه خود رو اقداماتی انجام داده اند. موضوع را از سخنگو پیگیر شدیم. وزیر سمت مأمور شده گزارش بده، هنوز گزارشی نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هموطنان خوبم سلام، شب شما بخیر. جانباز قطع نخا سردار ناصر دستاری از مردم ایران برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن قدردانی کرد. سردار ناصر دستاری اسفند 66 هنگام ماموریت حمله مهمات به خط مقدم جبهه ها در ماوت با حمله جنگنده های دشمن از ناحیه گردن قطع نخا و جانباز شد. من بنده 10 سال دمرو خوابیدم، نمیتونستم به پشت بخوابم. آقا ناصر دستاری 54 ساله که 19 سالش بود جانباز قطع نخا شد و زندگیش روی تخت و ویلچر ادامه پیدا کرد. من راضیم با این وضعم برم درست وسط منطقه. چرا؟ دوست دارم ایران رو، دوست دارم امامون رو، دوست دارم به خاطر اون. طول این مدت خدا عالم 1 ساعت راحت نخوابیدم و این زخمها رو شنیدیم در آرنجای بنده. تمام بدنم اینجوری زخمه. ما این زخم‌ها رو دادیم تا پرچم جمهوری اسلامی ایران برافراشته بشه. بعد از 36 سال پرچم به دست اما در خیابان‌های شهر. قدم‌هایی که حالا مردم در پی آن برای کشورشان برداشتند. یه جانبازی رو نشون دادن توی تلویزیون که واقعاً یه تکلیفی به عهده‌ام شد که باید حتما بیام امسال. همونجوری که شهدامون از حرم‌ها دفاع کردن و مدافع حرم بودن، ما هم مدافع خون شهدامون و مدافع رهبرمون باشیم. عشق به کشورم و شهیدایی که داریم. پشت شهدامون هستیم، پشت رهبرمون هستیم. یک کار کوچیک داریم می‌کنیم، پیاده روی می‌کنیم، راهپیمایی می‌کنیم که دینمون ادا کرده باشه. همیشه راهپیمایی می اومدیم چون همه شهدا رو دوست داریم و واقعا دوست داریم که راه شهدا رو ادامه بدیم. اومدیم جای خالی شهید سلیمانی رو پر کنیم.
هموطنان روستایی در مناطق کوهستانی و برفگیر با حضور در راهپیمایی 22 بهمن 44مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی رو گرامی داشتند. توجه شما رو به دیدن بخشی از تصاویر این راهپیمایی جلب میکنم. منطقه تخت و سلیمان از توابع شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی، هوای اینجا هم 8 درجه زیر صفر است. برای تجدید پیمان با خون شهدا انشاءالله ما همیشه در صحنه هستیم. هوا هم خیلی سرد اومدید. خداش ما هر سال میام برف بباره، بارون بباره، ما همیشه شرکت میکنیم. مرحله نخست سامانه مولدسازی دارایی‌های دولت رونمایی شد. وزیر اقتصاد گفت در این سامانه همه اطلاعات، جزئیات و فرایند مربوط به مولدسازی دارایی‌های دولت قابل رؤیته. به گفته آقای خاندوزی در این سامانه همچنین افراد میتونن با هویت پنهان در مورد اموال مازاد دستگاه‌ها گزارش ثبت کنن یا پیشنهاد سرمایه‌گذاری بدن. این رونمایی از سایت و سامانه دبیرخانه مولدسازی دارایی‌های دولت به همین جهت هست که تمام مردم ایران در یک اتاق شیشه‌ای 85 میلیون نفری بتونند برای اولین بار در این حد از جزئیات و شفافیتی که برای مولدسازی دارایی‌های دولت هست شریک دولت باشند. در پی تداوم بارش سنگین برف، سازمان هواشناسی برای چهارمحال و بختیاری هشدار قرمز صادر کرد. فردا بارش‌ها در جنوب غرب، مرکز و شمال شرق کشور و ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس به ویژه در استان‌های چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بوی رحمت پیش بینی شده. خدا را شکر، هزار مرتبه شکر. عالیه دیگه، عالی. دست بالا میگم خدا رو شکر میکنم. سمنان برف بیاد یعنی طلا آمده. خدا رو شکر دیگه، نعمت ها خیلی زیاده، برف و بارون زیاده. یک هفته بعد از وقوع زلزله در ترکیه، مقامات این کشور به جمع‌بندی تازه‌ای از تلفات و خسارات حادثه رسیدند. مقامات ترکیه شمار کشته‌ها را حدود 30,000 نفر اعلام کردند. تلاش برای یافتن افراد زنده از زیر آوارها هم همچنان ادامه دارد. با توجه به گستردگی خسارات، مقامات ترکیه سراغ پیمانکاران ساختمانی رفتند که به ساخت و ساز ناایمن متهم شدند. طبق گزارش‌ها دست کم 130 نفر تا این لحظه در ارتباط با این موضوع بازداشت شدند. در سوریه بر اساس آمار سازمان ملل زلزله 5.5 میلیون نفر رو بی خانمان کرده. شمار جان باختگان در سوریه هم از 4500 نفر عبور کرده. سازمان ملل میگه شمار کشته شدگان در این دو کشور احتمالاً تا دو برابر افزایش پیدا میکنه. افزایش سقف اعطای تسهیلات خرد به 200 میلیون تومان. بانک مرکزی در بخشنامه نسخه اصلاحی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد رو برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر این مبنا سقف اعطای تسهیلات خرد 200 میلیون تومان تعیین شد. این بانک همچنین اعلام کرد از ابتدای سال تا کنون به 826,000 نفر تسهیلات ازدواج به ارزش 114,000 میلیارد تومان پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه پارسال 54% رشد داشته. در این مدت به 730,000 نفر هم تسهیلات فرزندآوری و به 203,772 نفر هم تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شده.
دادستان تهران در بازدید از گمرک فرودگاه امام خمینی از امهای 150 تن کالای فاسد طی چند روز گذشته خبر داد و گفت با اقدامات جهادی یک سال گذشته فرایند تعیین تکلیف کالاهای این گمرک بعد از 16 سال رو به پایانه. کالاهایی که من امروز مشاهده کردن اکثرا مال سال 1401 هستن و بعضی ها مال دیروز و پریروز و روزهای گذشته هستن. تعداد کمی کالا داریم که مربوط به سنوات گذشته هستن که این تعدادشون بسیار کم هست. انتظار هست که از آن با یک برنامه ریزی دقیق تر سرین و تحقیق تکلیف کنن. بعضی از انبارها که من سال گذشته یا چند ماه پیش اومدم اینها واقعا کالاهایی درشون بود که مال 14 15 16 سال پیش بوده، مال زمانی بوده که فرودگاه حضرت امام افتتاح شد و مانده بودن و اکثر اونها کالاهایی بودن که فاسد شده بودن و باید معلوم می‌شدن که الحمدلله با تلاش شبانه‌روزی هم همکارای ما در دادسرای تهران و هم اموال تملیکی و گمرکات شاهد تعیین تکلیف هستیم و اکثر انبارها الان خالی هستن. پرواز ایرباس 320 قشم ایر در مسیر تهران یزد بعد از 11 سال زمینگیری. مدیر عامل هواپیمای قشم ایر با اعلام اینکه یک فروند ایرباس 320 این شرکت به دلیل نقص قطعات و تحریم 11 سال زمینگیر شده بود گفت این هواپیما به همت متخصصان ایرانی بعد از اجرای 2300 دستورالعمل تعمیراتی همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به پرواز در اومد. به گفته حمزه‌ای این هواپیما در مسیرهای خارجی هم پرواز میکنه. رونمایی از چند طرح فناورانه در پارک علم و فناوری فارس. بیشتر این طرح‌ها در حوزه نفت و گاز بود که با حضور معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور به بهره برداری رسید. باعث جلوگیری از شکستگی لوله و حوادث ناشی از ناهنجاری‌های لوله میشه حین عملیات حفاری. ما الان به عنوان ششمین کشور جهان تونستیم به این فناوری دست پیدا کنیم. یکی از محصولات ما دیاره است که روان کننده نفت است، دو کلسیم برماید است که کلسیم برماید برای شرکت ملی حفاری استفاده میشه و سه آنتیفوم واحد آمین جهت واحد آمین پالایشگاه گازی استفاده میشه. کمک بکنیم شرکت ها بازارشون توسعه پیدا کنه و اونهایی که بازار خوب دارن بتونن به بازار صادراتی دست پیدا بکنن. در گام دوم تأمین مالی در ابعاد و اندازه هایی که هستن و در گام سوم هم کمک کردن به توسعه زیرساخت. و یک بمب باقی مانده از جنگ جهانی دوم در شهر گریت یارموس انگلیس منفجر شد. ماموران خنثی‌سازی سه روز بود که تلاش می‌کردند این بمب رو خنثی کنند، اما این بمب ناگهان منفجر شد. بنابر اعلام پلیس کسی در این انفجار آسیب ندید. تصاویری هم ببینید از یک راهپیمایی متفاوت در روز 22 بهمن در یک قطار در حال حرکت. در جشن آغاز 45 سال انقلاب اسلامی نسل نو و به تعبیری نسل بعد از انقلاب حضور پررنگی داشته. نسلی که به گفته خودش میخواد و میتونه در کشور مسئولیت بر عهده بگیره. اونا از متحد بودن و مقتدر بودن ما میترسن. این گزارش حاوی تصاویر ترسناک برای بعضی هاست. تا جایی که میتونم ببرمش بالا. میخواد ایران بالا نباشه. دشمن ها شبکه من و تو اینترنشنال، همه اونایی که بدخواهان ایرانن. ترسناک برای آنها که برنامه ریزی کرده بودند از انقلاب نکرده ها حرفای انقلابی نشنوند. ما که انقلاب نکردیم، پدرهای ما انقلاب کردند، ولی وظیفه نسلای بقیه بعد هست که از این انقلاب دفاع بکنن، حفظش بکنن. انگار نسل نو آمده بود انقلاب را تحویل بگیرد. دهه 80 هم با افتخار. با افتخار.
به خاطر اینکه دهه 80 هستن که نسل ظهورن. بوی نوعی می آمد در مسیر انقلاب. دهه 80. بابا چه دهه 80؟ 80. 80. 80. 90. من یه دهه 80 ام و اومدم به دستوره بهان وظیفه خودم میدم. نسلی که برای گرفتن مسئولیت در خودش قدرت میبیند. امیدواری که بتونی اینو خودت نقش ایفا کنی و بسازی و نسل تو. بله قطعا تک تک ماها میتونیم، همه ماها میتونیم این نقطه پیشرفت رو داشته باشیم، همه ما میتونیم به یه جایی برسیم، همه ماها میتونیم رو به بقیه هم نسلامون تاثیر بذاریم. و بی گرفتن انگشت به سمت دیگری خودش را مسئول جمهوری اسلامی میداند. به نظر من همه ما مسئولیتی تو جمهوری اسلامی داریم. هر کس خودش اصلاح کنه به نظر من. و آماده رفع کاستی هاست. نقص و کاستی داره ولی با هم ایستادن میتونیم درستش کنیم. اگر هممون پشت هم باشیم قطعا درست میشه. امیدوار است. فقط امید و انگیزه داری برای آینده؟ خیلی امید و انگیزه دارم. چون که میدونم آینده خوبی در پیشه. و خواهان تاثیرگذاری است. سعی دارم یه آدم مفید و تاثیرگذار باشم. به آینده فکر کردی؟ 100% فکر کردم. ترجیح میدم دقیقا مثل شما خبرنگار بشم. در آینده چه کاره بشی؟ پاسا. میخوام یه معلم انقلابی بشم به کشورم کمک کنم. بیش از قرار گرفتن انقلاب کرده ها و انقلاب نکرده ها در کنار هم، اندیشه مادران این مسیر میتواند برای بعضی ها ترسناک باشد. اندیشه پرورش نسلی که میخواهد نیرو محرکه پیشرفت ایران اسلامی باشد. فرزندم بتونه به ایران تو هر حوزه‌ای که میتونه خدمت بکنه، برای سازندگیش، برای پیشرفتش. حسنی سادات شوبری، خبرگزاری صدا و سیما. برندگان 41مین جشنواره فیلم فجر پیش از اون که با سیمرغ هاشون به خونه برن چه گفتن؟ یاد مردم خوی، کردستان و شهدای دفاع مقدس و امنیت هم در حاشیه این مراسم زنده شد. مجید صالحی وقتی سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول مرد را گرفت پشت میکروفون آمد. یه روزای حالمون خوب نیست. این روزایی که حالمون خوب نیست قرار نیست ریشه بزنیم. قرار همدرد باشیم، همراه باشیم، همدل باشیم. همه مال این آب و خاکیم، همه مال ایرانیم. 80 میلیون به قول آقای شهیدی بزرگوار 80 میلیون هموطنیم. این بازیگر البته جایزه اش را هم تقدیم کرد. بخش مادی اش را میسپارمش به هادی حجازی عزیز که تقدیم کنه به مردم خوی. و بخش معنوی جایزه را تقدیم میکنم به دخترم و همه دخترای این سرزمین، به همسرم که مادریه. تقدیم جایزه به خانواده و عزیزان البته در میان سیمرغ بگیران کم نبود. جایزه رو تقدیم بکنم به مادرم. صاحبان سیمرغ‌های دیگر هم در اختتامیه جشنواره فجر حرفایشان را زدند. بالاخره ما باید به یکی اقتدا بکنیم دیگه. اگر قراره به سردار حاج قاسم اقتدا کنیم چی میگه؟ گوش بدیم به حرفش دیگه. اون میگه همه اینا بچه های مان. محمد حسین لطیفی وقتی برنده جایزه ویژه هیئت داوران در مسابقه بین الملل و بخش فیلم مقاومت شد، آن را به خانواده شهید بروجردی تقدیم کرد. با افتخار این جایزه رو تقدیم میکنم به خانواده محترم شهید بروجردی. دختر شهید محمد بروجردی هم اعلام کرد این سیمرغ و جایزه را تقدیم دیگری می‌کند. به پاس قدردانی از زحمات آقای بابک حمیدیان، خانواده شهید بروجردی این تندیس را تقدیم ایشون می‌نماید. در اختتامیه جشنواره 41م برندگان دیگری هم بودند که سیمرغشان را تقدیم شهدا کردند. مگر از خانواده شهدای مدافع امنیت شهید آرمان علی بردی اینجا تشریف دارن؟ خواهش می‌کنم تشریف بیارن. محمد حسین لطیفی دومین جایزه اش یعنی سیمرغ سرباز وطن رو هم به اهالی خطه‌ای که در فیلم غریب یاد کرده بود اهدا کرد. این جایزه رو تقدیم می‌کنم به همه مردم خوب کردستان ایران. سپاسگزارم. بابک خواجه پاشا برنده سیمرغ بهترین فیلمنامه هم از تحریم گفت و هم تقدیم. نباید سینما رو تحریم کرد. هنر تحریم کردنی نیست. من تمامقدر در خدمت مردم شریف ایران، زنان آزاده ایران و خانواده شهدا که باعث شدن ما اینجوری بتونیم کنار هم بشینیم، به خصوص خانواده عشق من شهید مهدی باکری، تمامقدر تعظیم می‌کنم.
مجتبی امینی دبیر جشنواره وقتی درباره آنها که آمدند و آنها که نیامدند گفت: به خواسته و تصمیم دوستانمان احترام گذاشتیم. محمد رضا شهیدی فر مجری برنامه که از چهره های با تجربه جشنواره فجر است یک نکته را خاطر نشان کرد. اینان خاطر میدم که خیلی طول نمیکشه برمیگردن. ابوالفضل پور عرب هم جزو مهمانان اختتامیه بود. خوشحالم از اینکه یک همدلی میبینم در سطح جامعه و اون منتقل شده توی شما مردم عزیزم و هنرمندانی که داوری کردن، مسئولینی که به هر حال یک شرایط سخت سعی کردن شرایطی رو فراهم کنن که حداقل دشمنای ما موفق نشن به اون بخندن. هیئت داوران جشنواره امسال اما بدون سخنرانی تنها جوایز را اهدا کرد. داورانی که به گفته برگزار کنندگان توسط این چهره دور هم جمع شده بودند. ابراهیم حاتمی کیا، زهرا چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما. مطالبه عمومی درباره برخورد با دستگاه‌هایی که بی‌ضابطه از خودروسازان خودرو دریافت کردند. بعد از دستور رئیس جمهور مبنی بر ممنوعیت فروش بی‌ضابطه خودرو به دستگاه‌های دولتی و نظارتی و لزوم جدیت وزارت سمت در این زمینه، حالا این موضوع به مطالبه مردمی تبدیل شده. فروش خارج از ضابطه خودرو ممنوع. رئیس جمهور از لزوم ضابطه مند بودن فروش خودرو 19 بهمن رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت به دریافت گزارش‌هایی اشاره کرد که نشان می‌دهد همچنان برخی دستگاه‌ها برای دریافت خارج از ضابطه خودرو اقداماتی انجام دادند. بعضی از سازمان‌ها میان خودرو می‌گیرن. آقای فاطمی امین، من جلسه قبلم گفتم که این در اون هشت بندی که من نوشتم، من گفتم هیچ گونه کاری که امتیاز بده به دستگاه خاصی، به ویژه دستگاه‌های مربوط به دولت و دستگاه‌های مربوط به نظارت و دستگاه‌های مربوط به حکومت و این کار نباید کرد. اگر چنین چیزی باشه واقعا تخلف این کار باید برخورد بشه. رئیس جمهور خودروسازان را هم خطاب قرار داد. کسی هم که انجام میده خلاف بالاتر کرده. حالا اون که میگیره یه خلاف کرده، اون که میده خلاف مضاعف کرده. در جلسه هیئت دولت 25 دی ماه رئیس جمهور به وزارت سمت دستور داده بود گزارشی از وضعیت عرضه خودرو به دولت ارائه کند. وزیر سمت 26 دی ماه گفت بررسی‌های جامعی را در این زمینه شروع کرده و پس از گردآوری اطلاعات فروش شرکت‌های خودروساز گزارش کاملی به رئیس جمهور ارائه خواهد کرد. چهارشنبه 19 بهمن در حاشیه جلسه هیئت دولت موضوع را از سخنگو پیگیر شدیم. همه خارج از ضابطه رو هفته پیش همکارتون از من پرسی، بندم عرض کردم که وزیر سمت مأمور شده گزارش بده، هنوز گزارشی نداد. از وزارت سمت هم پیگیر گزارش شدیم. سخنگوی وزارت سمت در پاسخ به ما گفت گزارش با توجه به تعدد دستگاه‌ها و تولید کنندگان خودرو و از ضرورت دقت و ملاحظات حقوقی آماده شده و به زودی به دولت ارسال خواهد شد. اسفند ماه سال گذشته بود که رئیس جمهور در بازدید از خودروسازان فرمانی 8 ماده‌ای صادر کرد. در بند پی ماده 5 تاکید شده هر گونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی به صورت رانتی و غیر شفاف ممنوع است. حالا مجلس هم به ماجرا ورود کرده و آن را پیگیر خواهد شد. روشن شدن ماجرا و برخورد ما متخلفان به یک مطالبه مردمی تبدیل شده است. این درخواست را داریم که با اینا برخورد کنه که مردم طعم عدالت را باید بچشند. مطالبه گری میکنیم عدالت رعایت بشه. رضا صفاری، خبرگزاری صدا و سیما. وقتی نصف کلمه های یک عبارت فارسی رو واژه های فرنگی تشکیل میدن. گزارش زبان معیار امشب رو با هم ببینیم. مصاحبه های دولت مردان در حیات دولت و واژه های فرنگی که همچنان گفته میشه. هدفش کنسرسیوم سازی شرکت های دانش بنیان برای پخش تیزرهای بازرگانی و تبلیغ پیام رسانه داخلی داریم. تو سایت میفروشه، خب هیچ تضمینی برای وصول قسطه نداره. پلتفرم، اپراتور و سرویس، همین سه واژه فرنگی کافیه تا پای وزیر ارتباطات مدام به گزارش زبان معیار کشیده بشه. حمایت بکنیم از پلتفرم های بومی. اپراتور مکلف حد اکثر ظرف یک ماه براشون سرویسی راه اندازی شده که البته از معادل گویی های گهگاهی آقای وزیر هم نمیشه چشم پوشی کرد. پلتفرم های خارجی و سکوهای خارجی ایجاد شده بود و خدمت و سرویس
رئیس رسانه ملی هم واژه فرنگی رو گفت و خبر 23 یادش اومد. فکت های رسانه ای مورد نیاز. من فکت بگم بعد تو 23 خودمون رو وقت در، یعنی اون داده های مهمی رو که از شگفتی های زبان فارسی اینه که میشه یه عبارت حدوداً 10-12 کلمه ای گفت که 5 کلمش فرنگی باشه. تا بتونیم کنترل ها رو نظاممندتر بکنیم و سیستمی کنیم. ببینید یه وقتی ما مشکل چک اپراتوری رو داشتیم، اون دیتکشنش رو باید انجام میدادیم. سخنگوی اقتصادی دولت هم گاهی معادلیابیش برخط بود، مجوزها به شکل برخط و غیره انجام بشه، گاهی هم تو فاز واژه‌های فرنگی بود. گام اول فاز دوم طرح هوشمندسازی از طریق مکانیسم شفاف که خدمتون عرض کردم. برگردم اول پاراگراف. امید جلوداریان، خبرگزاری صدا و سیما. از همراهی شما با 23 بسیار سپاسگزارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.